مدرسه دیگر در نوار غزه هدف بمباران صهیونیست‌ها قرار گرفت. در بمباران این مدرسه محل اسکان آوارگان که در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه واقع شده 14 نفر شهید و شماری زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز هم با حمله هوایی به خانه‌ای در شهر جنوبی خان یونس 13 تن را به شهادت رساندند. در بمباران یک ساختمانی مسکونی در جبالیا در شمال نوار غزه هم 9 غیر نظامی از جمله شماری زن و کودک به شهادت رسیدند. امروز اردوگاه البریج و دیگر مناطق مرکزی نوار غزه هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفت. در این حملات دست کم یک دختر بچه شهید شد و چند تن زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از آغاز حملات به نوار غزه تا کنون 41,081 تن شهید و 95,029 نفر زخمی شدند. وقتی غذا در غزه آرزوست، وقتی مردم دارند از گرسنگی میمیرند، همین ساعتها کمی پیش و پس بود که جنگنده صهیونیست‌ها مستقیم آمد محله الفتاح، یک موشک انداخت روی تنها محل پخت و پز غذا برای آوارگان آن حوالی و رفت. ماموریتش همین بود. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل نوشت اوضاع خیلی بد است. در غزه 2 میلیون نفر در خطر قحطی اند، یعنی تقریبا همه مردم غزه. آنها البته تا اطلاع ثانوی کاری جز این نمی کنند، یعنی تا این اطلاع ثانوی را خودشان گفتند. 2 هفته پیش که صهیونیست‌ها یک خودروی وابسته به نهادشان را در غزه هدف قرار داد. همان ساعت‌ها که این تصویر در رسانه‌ها چرخید که مرد داشت میگفت یک خانواده قطع عضو می‌شوند اگر امکان خروجشان را فراهم نکنید، گذرگاه مرزی رفح مهمان داشت. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، مدیران سازمان ملل و کمیته‌های حقوق بشریش آمده بودند برای بازدید. جوزپ بورل حرف‌ها را شنید و پشت تریبون رفت و گفت بله، اسرائیل دارد حقوق بشر را نقض می‌کند. البته اتحادیه اروپا هنوز به یک موضع واحد درباره جنگ غزه نرسیده. بازدید کرد و رفت. این تصویرها که چشم دنیا از تکرارش پر شده جدید است برای 339مین روز نسل کشیش که با یک حمله بامدادی شروع شد. صهیونیست‌ها جنگنده هایشان را فرستادند در منطقه امن خان یونس و بمب‌ها را رها کردند. آنجا دیگر ساختمان و سنگ آجری هم نبود، مردم توی چادرها بودند. این طور شد که عدد شهدا از 41,000 نفر هم گذشت. بمب رو ریخته بودن روی چادرا. زن و بچه ها همه تیکه تیکه شدن. هی اخبار دنیا میگن موشک خورد، کشته شدن، تیکه پاره شدن. ولی چه فایده؟ هیچکس به داد ما نمیرسه. دبیر کل سازمان ملل محکوم کرد. شورای حقوق بشرش گفت فوری باید آتش بس شود. اتحادیه عرب هم که مشغول یک نشست فوق‌العاده دیگر بود برای بررسی اوضاع این جنایت را محکوم کرد. مسئولان کشورهای اسلامی گاهی اجتماع میکنن، حرفی میزنن، اعلان میکنن که باید آتش بس انجام بگیر. خب آتش بس دست شما که نیست، چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو دستیب نمی کنید. اون چیه؟ قطع شریان های حیاتی به رژیم صهیونیستی، این در اختیار شماست. میتونید شما کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید. این کارا رو میتوانید بکنید. قطع شریان های حیاتی آن باند جنایتکار راهبرد رهبر انقلاب در جنگ غزه بود. در دوران اهالی غزه کماکان برپاست. کاری دیگر باید. رسانه های رژیم صهیونیستی از هلاکت دست کم 3 نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در سقوط یک بالگرد نظامی در جنوب نوار غزه خبر دادند. برخی منابع آمار کشته ها را 5 نظامی اعلام کردند. بالگرد رژیم اشغالگر در رفح سقوط کرده. بنابر اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی در این حادثه دست کم 6 نظامی هم زخمی شدند که حال برخی وخیم گزارش شده است. خبر دیگر این که در عملیات شهادت طلبانه در شرق رام الله 1 نظامی صهیونیست به هلاکت رسید و 1 نظامی دیگر زخمی شد. در این عملیات
یک راننده کامیون نظامیان را زیر گرفته است. رژیم اشغالگر قدس محل عملیات را محاصره کرده. رسانه‌های صهیونیست این عملیات را که با کامیون حمل گاز بوده بسیار ناگوار توصیف کردند. رئیس جمهور آمریکا کشته شدن شهروند آمریکایی را در کرانه باختری حادثه تصادفی توصیف کرد. بایدن مدعی شده گلوله پس از اصابت به زمین کمانه و به این شهروند آمریکایی برخورد کرده است. عایشه نور، زن فعال 26 ساله آمریکایی ترکیه‌ای، هنگام شرکت در تظاهرات روز جمعه در کرانه باختری با شلیک به سر صهیونیست‌ها کشته شد. برخلاف بایدن، یکی از فعالان صلح طلب که در محل حادثه حضور داشت گفته تکتیرانداز اسرائیلی دو بار به سمت عایشه نور شلیک کرد. آن زمان کاملا ساکت بود. تظاهرات تمام شده بود و بعد از 10 یا 15 دقیقه کاملا فضا ساکت شد. دو شلیک مشخص از گلوله‌های جنگی شنیدم. سپس من کمی به داخل باغ زیتون عقب نشینی کردم و چند ثانیه بعد، شاید 2 یا 3 ثانیه، شلیک دوم رو شنیدم و شنیدم که شخصی نام من رو صدا میکنه و به انگلیسی میگه کمک، به ما کمک کن، ما به کمک نیاز داریم، بیا جلو. بنابراین من دنبال صدا رفتم. در داخل باغ زیتون آن پایین دویدم. از سرش خون فوران میکرد. او اینجا دراز کشیده بود. دستم رو پشت سرش گذاشتم تا جلوی خونریزی رو بگیرم که قطع نشد. من به بالا نگاه کردم و نظامیان اسرائیلی رو دیدم که در فاصله 200 متری پشت بام قرار داشتند. نخستین مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اتهام زنی دو طرف به یکدیگر آغاز شد و با اذعان به اوضاع وخیم جامعه آمریکا در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی به پایان رسید. در نظرسنجی CNN اعلام شد هریس با اختلاف زیاد برنده مناظره با ترامپ است. اون از اسرائیل متنفره. اگه رئیس جمهور بشه تا 2 سال دیگه اثری از اسرائیل باقی نمیمونه. این حرف اصلا درست نیست. من در کل زندگیم از اسرائیل و مردمش حمایت کردم. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اولین مناظره انتخاباتی خود تلاش کردند نشان دهند کدام یک تعهد بیشتری به حمایت از رژیم صهیونیستی دارند. آن هم وقتی پلیس مشغول متفرق کردن مخالفان جنگ غزه در خارج از محل برگزاری این مناظره بود. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی دیگر از نقاط اختلاف دو نامزد. هریس به توافق ترامپ با طالبان تاخت و ترامپ هدیه 85 میلیارد دلاری دولت بایدن به این گروه را به سخره گرفت. اونا به بدترین شیوه از افغانستان خارج شدند. 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در افغانستان جا گذاشتند. شرم‌آورترین لحظه تاریخ آمریکا را رقم زدند. دو نامزد نگاه متفاوتی به جنگ در اوکراین داشتند. ترامپ با انتقاد از کمک‌های گسترده آمریکا به اوکراین بر لزوم توقف جنگ به هر قیمتی تاکید کرد. هریس هم منافع آمریکا را در شکست روسیه در جنگ دانست. در عرصه داخلی هم دو طرف درباره طیف گسترده‌ای از مسائل به هم تاختند. از جمله اقتصاد و میزان بالای تورم در آمریکا. ما بالاترین تورم رو در طول تاریخ آمریکا داریم. مردم توان خرید ندارن. به خاطر اینها در حال مرگ هستن. اونا اقتصاد رو نابود کردن. مشکلات نظام درمانی و اختلاف دیرینه درباره پوشش‌های بیمه‌ای در آمریکا هم در این مناظره مورد توجه قرار گرفت. در دوره ریاست جمهوری ترامپ، شرکت‌های بیمه می‌توانستند مانع از خدمات به کودکی شوند که مبتلا به آسم است یا افرادی که مبتلا به سرطانن، سالمندان و مبتلایان به دیابت. دو نامزد درباره مسئله همیشه چالش برانگیز حمل سلاح و آمار بالای جرم و جنایت و البته بحران مهاجرت مواضع یکدیگر را زیر سوال بردند. این بخش از سخنان ترامپ درباره خوردن سگ‌ها و گربه‌ها توسط مهاجرانی از هایتی بیش از همه جنجال‌آفرین شد. ببینید چه برای سر شهرهای آمریکا اومده. در اسپرینگفیلد سگ‌ها رو می‌خورن، اونا گربه‌ها رو هم می‌خورن. ما یه شرمساریه. ما یک کشور شکست خورده ایم. ملتی در حال افول. در سراسر جهان به ما میخندن، همه جای دنیا به ما میخندن، کسی نمیدونه چه بر سر ما اومده. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
هزاران نفر در انگلیس از سرما میمیرند و فقر مقصر است. گاردین در مقاله‌ای از یک ائتلاف نانوشته دولت انگلیس و ثروتمندان نوشت که برای جبران کسری بودجه باید افراد سالخورده از سرما بمیرند، زیرا پول برای پرداخت قبض ندارند. به گزارش گاردین سالانه 9700 مرگ ناشی از زندگی در خانه های سرد ثبت می شود. کارشناسان می گویند با قطع یارانه سوخت مستمری بگیران، زمستان سختری در انتظار سالمندان انگلیسی است. پرتنش‌ترین روز مجلس جدید انگلیس در نشستی که قرار است در پی آن یارانه سوخت مستمری بگیران قطع شود. وعده های انتخاباتیتون رو شکستید. یارانه سوخت 9 نفر از 10 مستمری بگیر در زمستان امسال قطع میشه که 2/3 زیر خط فقرن. توضیحاتی که نتیجه رأی‌گیری نشان داد گوش اکثریت نمایندگان مجلس بدهکار آن نبود. 228. با این تصمیم حدود 9 میلیون مستمری بگیر در انگلیس به رغم افزایش بهای سوخت دیگر واجد شرایط دریافت یارانه سوخت در زمستان امسال نخواهند بود. من عمیقا ناراضیم. حزب حاکم کارگر پیش از انتخابات در تبلیغات گفت مالیات ها رو افزایش نمیده، اما با این تصمیم تبلیغات دروغینش آشکار شد و نشان داد او هم مانند دولت قبل به جای ثروتمندان به سراغ ما بازنشستگان آمده. نمایندگان حزب حاکم انگلیس، حزب کارگر، قطع یارانه سوخت مستمری بگیران را موجب صرفه‌جویی حدود 1.5 میلیارد پوندی دانستند که برای پر کردن سیاه‌چاله کسری بودجه 22 میلیارد پوندی دولت ضروری است. من از تصمیم دولت در حذف کمک هزینه سوخت ما مستمری بگیران خیلی ناراحتم. دولت باید راه بهتری برای به دست آوردن پول پیدا می‌کرد. مثلا از افراد بسیار ثروتمند مالیات بیشتری می‌گرفت. بیشک با این تصمیم من مانند صدها هزار نفر دیگه حتی نمی‌تونیم در زمستان خونه‌هامون رو گرم نگه داریم. مخالفان قطع یارانه سوخت مستمری بگیران در انگلیس می‌گویند دولت به جای افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ نفتی که در سال‌های اخیر به بالاترین سود دست پیدا کردن، جیب مستمری بگیران رو هدف قرار داده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. حکم توقیف اموال برای بیش از 1 میلیون بدهکار بانکی ترکیه‌ای صادر شد. در این شرایط اقتصادی بیش از 1 میلیون بدهکار بانکی حکم توقیف اموال دریافت کردند. بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان بدهی شهروندان با اعتصاب بهره دیرکرد و هزینه های دادگاه که برگردن بدهکار است به 3,853,000,000 رسیده است. آنطور که نماینده حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در مجلس گزارش داد، بیش از 2 میلیون نفر هم به علت پرداخت نکردن بدهی‌های خود در فهرست سیاه بانک‌ها قرار دارند و اگر بدهکاران شرکت‌های مالی تحت تعقیب هم به این افراد اضافه شوند، در ترکیه بیش از 3 میلیون نفر حکم توقیف اموال دریافت می‌کنند. حمله 11 سپتامبر کار ایالات متحده بود. این تازه‌ترین اعتراف ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی‌اش است. این نامزد جمهوری خواهان گفت 4 سال دهانم را بستم، اما الان میگویم آنطور که به ما گفتند کشورهای دیگر در این اقدام دست داشتند، هیچ حمله‌ای به برج‌های مرکز تجارت جهانی صورت نگرفت. حادثه 11 سپتامبر سال 2001 بهانه 2 دهه جنگ افروزی برای دولت آمریکا بود. 11 سپتامبر سال 2001 دو هواپیما به 2 برج دوقلوی تجارت جهانی نیویورک و 1 هواپیما به ساختمان پنتاگون برخورد کرد. 1 هواپیمای مسافربری دیگر هم در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. همه این 4 حادثه هماهنگ فقط در مدت 77 دقیقه اتفاق افتاد. و قبل از هر چیز ضعف‌ها و نقص‌های ساختار امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی آمریکا را برای دنیا روشن کرد.
اثر این اتفاق بر مردم آمریکا ترس، دلهوره و احساس ناامنی بود. دوره سختی برای ما بود. من بزرگ شده نیویورک هستم و هنوز دلهوره و ترس اطرافیانم بعد از اون حادثه از ذهنم نرفته. و برای مردم بخش وسیعی از دنیا، آغازگر دوران کشتار، ویرانی، آوارگی، اشغال و حملات نظامی آمریکا بود. جنگ سازی آمریکا یک بیماری ساختاری و مایه شرمساریه. بعد از حادثه 11 سپتامبر، آمریکا پشت مرگبارترین جنگ‌ها در دنیا بوده. جنگ‌هایی که از عراق و افغانستان آغاز شده و به کشورهای دیگر گسترش پیدا کرد. در این جنگ‌ها 4,500,000 نفر کشته، 10 میلیون نفر مجروح و حدود 38 میلیون نفر آواره شدند. بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا جنگ افروزی های آمریکا بعد از 11 سپتامبر را اشتباهی راهبردی می‌دانند. بسیاری از عکس العمل های بعد از 11 سپتامبر اشتباه بود و باعث درد و رنج مردم بیگناه زیادی در دنیا شد. جنگ اشتباهه. جنگ های آمریکا بعد از 11 سپتامبر مشابه همین حملات و نسل‌کشی بوده که امروز اسرائیل بر ضد مردم فلسطین داره انجام میده. اینجا محل یکی دو برج دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک که بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 این محوطه به همین شکل به عنوان یادبود حفظ شده. با اینکه در تمام این 23 سال آمریکا با بهانه قرار دادن فرو ریختن این دو برج و به بهانه تامین امنیت این کشور لشکرکشی‌ها و جنگ‌افروزی‌های زیادی در دنیا انجام داده، اما الان بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه گالوب مشخص شده که از هر 10 آمریکایی دست کم 8 نفر از اونها احتمال میدن که در آینده باز حوادثی مشابه حادثه 11 سپتامبر در این کشور اتفاق میفته و از این بابت نگرانند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. آلمان برای مقابله با مهاجران غیرقانونی بازرسی در مرزهای زمینی را تشدید کرد. به گفته وزیر کشور آلمان، در چارچوب طرح جدید کنترل موقت مرزی در مرزهای زمینی با لهستان، جمهوری چک، اتریش و سوئیس اعمال شده و قرار است تا فرانسه، لوکسامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک به مدت 6 ماه برقرار شود. مالیات و جریمه چند میلیارد یورویی برای گوگل و اپل. این شرکت‌های آمریکایی در اروپا نقره داغ شدند. دادگاه عالی اروپا با صدور حکمی گوگل را به علت نقض قوانین ضد انحصار بیش از 2 میلیارد یورو جریمه کرد و اپل نیز ملزم است 13 میلیارد یورو مالیات معوقه خود را به اتحادیه اروپا پرداخت کند. پرونده شکایت علیه گوگل به سال 2017 باز می‌گردد، زمانی که اتحادیه اروپا این شرکت آمریکایی را متهم کرد که لینک‌های خرید آنلاین گوگل را در جستجوها اولویت بندی می‌کند. طوفان یاگی همچنان در ویتنام قربانی می‌گیرد. شمار کشته‌ها تا امروز دست کم 152 و زخمی‌ها 752 تن اعلام شده. از سرنوشت 140 نفر هم خبری نیست. یاگی قدرتمندترین طوفان امسال در آسیا نام گرفته. اوایل هفته پس از فیلیپین و چین به سواحل شرقی ویتنام رسید. در پی یورش صدها معترض مکزیکی به سنا، جلسه بررسی اصلاحات قضایی به ساختمان قدیمی کنگره منتقل و در نهایت این اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهور مکزیک تصویب شد. بر اساس این اصلاحات همه قضات فدرال از جمله اعضای دادگاه عالی باید با رأی مردم انتخاب شوند. مخالفان میگویند این طرح استقلال قضات را تضعیف می‌کند.